سران سه کشور اروپایی به رژیم آخوندی در رابطه با نقض برجام و تهدیداتش برای استمرار خشونت در منطقه هشدار دادند. بیانیه مشترک سران سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان. ما عمیقا از نقش منفی رژیم ایران از طریق سپاه پاسداران و نیروی قدس با فرماندهی قاسم سلیمانی نگران هستیم. بیانیه مشترک رئیس جمهور ماکرون، صدر مرکل و نخست وزیر جانسون ما حملات اخیر علیه نیروهای ائتلاف در عراق را محکوم کرده ایم و عمیقا نگران نقش منفی که رژیم ایران من جمله از طریق سپاه پاسداران و نیروی قدس تحت فرماندهی قاسم سلیمانی در این منطقه ایفا کرده هستیم. در حال حاضر نیاز فوری به کاهش تنش وجود دارد. ما از همه طرف ها می خواهیم تا با مسئولیت پذیری و حد اکثر خیشتنداری عمل کنند. چرخه کنونی خشونت در عراق باید متوقف شود. ما به طور خاص از رژیم ایران می خواهیم از تکثیر اتمی یا اقدام خشونت آمیز بیشتر خودداری کند و همه اقداماتی را که مغایر با برجام است به حالت قبل برگرداند. ما پایبندی خود به حق حاکمیت و امنیت عراق را یادآوری می کنیم. بحران دیگر ریسک به خطر انداختن تلاش سالیان برای ثبات عراق را در بر دارد. ما همچنین بر تعهد خود نسبت به ادامه جنگ با داعش که کماکان بالاترین اولویت است تصریح می کنیم. حفظ این اعتلاف در این رابطه کلیدی است. به همین دلیل ما از مقامات عراقی می خواهیم تا پشتیبانی لازم را به اعتلاف ادامه دهند.